شماره از باشندگان شهر کابل از کمبود آب شکایت دارند و میگویند که 40 روز می شود نلهای آب خشکیدند. ریاست عمومی شرکت آبرسانی کشور میگوید که خشکسالی های پیهم و تمام شدن ذخایر آبی در کابل از چالش هایی است که سبب شده تا کابل به کمبود آب روبرو شود. برخی از پایتخت نشینان از کمبود آب و آشامیدنی شکایت دارند و میگویند که مردم توان خرید آب را از شرکت های خصوصی و تانکرهای آب ندارند. شماری از باشندگان قلابچکان کابل میگوید که نزدیک به 10,000 خانواده در این بخش پایتخت با کمبود آب روبرو هستند. تقریبا 4 روز 5 روز 5 روز بود به مردم آب میرسید. بدبختانه دمی هفته پیش چا تخریب شده از بین رفته. وزر زواری میکنه که یک آدم آواز چا میکشه و ما میرم و هم از خوردن نیست. کروم داره دیگه دارم کلی مریض است. توان خریدن هم اینجا کس نداره که آب بخره. وضعیت مردم هم خراب، مردم بیکار. وانا میرن از جایی که پیدا میکنن گیر میه میتا کسی اگر نمیتام در سرای بسرای میگردن در بشکه در پشت خودم میرن. از سوی دیگر این باشندگان 40 روز میشود که آب ندارن و به سختی آب به خانه هایشان دریافت میکنند. برای ما بسیار دردآور است که طفلک های ما، سیاسر های ما، ریش سفید، خرد، کلان، همگی بسیار از راه های دور و حتی تا از قسمت های شهر نو اینا آب برای امرار حیات خود تهیه می کنند. از دولت می خواهیم که نلای ما رو جور کنند. در امین آل ریاست عمومی شرکت آبرسانی کانالیزاسیون شهری افغانستان می گوید که خشکسالی های پای هم و خشک شدن ذخایر آبی از چالش هایی هستند که سبب شده تا کمبود آب در شهر کابل به میان آید. ما در قبل تقریبا 67 حلقه چای عمیق داشتیم که از این آب تولید می کردیم و بعد از تصفیه بیولوژیکی و میخانیکی به شهروندان شهر کابل توزیع می کردیم. متاسفانه در این سالهای اخیر تقریبا 21 حلقه چای زیاد خشک شده و فعلا آب نمیتر. بر بنیاد گفته های وزارت انرژی و آب کشور، علت اصلی کمبود آب در پایتخت، خشکسالی های پیهم، هزینه بیش از حد آبهای زیرزمینی و افزایش جمعیت در این شهر می باشد. آقای نجیب آقا فهیم، استاد دانشگاه کابل و محقق مسائل آب با ما وصل هستند تا بیشتر صحبت بکنیم روی همین مسائل. آقای فهیم سلام بر شما، خیلی تشکر از اینکه در بحث با ما هستین. آیا واقعا افغانستان عملا دچار بحران آب مخصوصا کابل شده؟ با عرض سلام خدمت شما و بیننده‌های برنامه‌تان. تشکر. ببینین برای تشخیص وضعیت آبی کشورها یک میار وجود داره بله. یا یک رشته شاخص های وجود داره که یکی از شاخص ها شاخص هایی است که دانشمند سویدنی به نام فالکون مارک او را ارائه کرده. اساس شاخص هایی که فالکون مارک پیشنهاد میکنه هرگاه سرانه آب در یک کشور از 1700 متر مکعب برسه او کشور در مرز تنش آبی قرار میگیره. به هر میزانی که کمتر شود از 1700 متر مکعب طبعا تنش آبی بیشتر میشه. وقتی که سرانه آب به 1000 متر مکعب برسه او کشور گرفتار وضعیت بحرانی میشه از لحاظ وضعیت آب. بله. اگر ما شاخص مبنا قرار بدیم افغانستان چیزی در حدود 2010 متر مکعب آب سرانه داره. بله. اما مشکلی که وجود داره این آب در سطح افغانستان به شکل متعادل و یکسان توزیع نشده. در بعضی حوزه ها آبریز ما عملا وارد بحران آبی شدیم، به عنوان مثال حوزه حدیرود و مرغاب که دو رودخانه حدیرود و مرغاب در حوزه جاری است و شامل ولایت بادغیس و ولایت هرات و ولایت غور میشه و بخشی از ولایت فرا. در اوج سرانه آب تقریبا چیزی در حدود 560 چند متر مکعب است، یعنی از 1000 متر مکعب هم پایین است. اما وضعیت به اصطلاح شهرهای بزرگ مثل شهر کابل، مثل مزار شریف، جلال آباد و همچنان قندهار و شهرهای بزرگ دیگر یک مقدار متفاوت تر است. به خاطر از اینکه در 20 سال گذشته
مهاجرت های بسیار گسترده از اطراف به داخل شهرهای بزرگ صورت گرفت و این مهاجرت ها سبب افزایش انفجارگونی جمعیت شد در این شهرهای بزرگ و طبعا ایجاد تعادل آبهای زیرزمینی به هم خورد و از طرف دیگر سرمایه گذاری روی زیربناهای آبی بسیار محدود بود در 20 سال گذشته و متناسب با نیاز نبود. به اون خاطر مردمی که در شهرها زندگی میکردن اینا برای حل‌های فردی و به ابتکارات فردی روی آوردن. این ابتکارات فردی چی بود؟ بله. هر کسی باید به خاطر تامین نیاز آب و آشامیدنی خود باید چای را حفر بکنه در داخل خانه خود. بله. و رقابت سر حفر چا بین همسایه‌ها شروع شد. وقتی که یعنی آبای زیرزمینی به تنها منبع تامین آب مورد نیاز شهرها تبدیل شد، طبعا تعادل آبای زیرزمینی به هم خورد. وقتی که تعادل به هم خورد، یعنی مصرف از ظرفیت ذخیره آبای زیرزمینی کرده به مراتب بیشتر شد. درست. تعادل به هم خورد، سطح آبای زیرزمینی پایین رفت، طبعا به خاطر جبران از کم بود. هر کسی روی آورد به اینکه چاهای عمیق و عمیق‌تر حفر کرده برند. به طور متوسط سال 1 تا 1.5 متر سد آبای زیرزمینی در شهر کابل پایین میرن. بله. آقای فهیم، همین مسئله ای را که شما اشاره کردین که هیچ محدودیت وجود نداره برای حفر چاه‌ها، ولی آنچه در صحبت‌های نخستتان گفتین در مورد شاخص فالکن که میگه که تا چی اندازه میتونه کشورها بره به سوی بحران کمابی، امی شاخص افغانستان را نشان میده که سرانه آبش 2775 متر مکعب در سال است. پس فکر میکنین که افغانستان نمیره با بحران کمابی و کابل میتونه یک بخش جدایی باشه از دیگر قسمت های افغانستان نظر به تجمع و کارهایی که خودسرانه داره انجام شده تا اینجای کار؟ ببینید، من عرض کردم که این سرانه آب، یعنی منابع آب به شکل متوازن توزیع نشده در سطح افغانستان. یعنی در هر گوشه از افغانستان این شاخص قابل به اصطلاح تطبیق نیست و اما پایتخت یک مورد استثنایی است، به خاطر از اینکه اینجا عملا ما برای تامین نیازهای آب و آشامیدنی همه روی آوردیم به استخراج آبای زیرزمینی و تعادل به هم خوردن و سطح آبای زیرزمینی پایین رفته و ذخایر آب زیرزمینی در حال تمام شدن است. یعنی کابل از لحاظ وضعیت آبی یک وضعیت کاملا بحرانی را داره. خطر از این وجود داره که در ظرف سالهای نزدیک اصلا تمام ذخایر آب زیرزمینی کابل باید به پایان برسه و کابل پایتخت افغانستان به یک کشور به یک شهر بی‌آب تبدیل شه. این خطر شما جدید. فکر نمیکنین مقطعی باشه این بحران کمابی در افغانستان با توجه به خشکسالی هایی که در سالهای اخیر کابل شاهد بوده؟ ببینین، خشکسالی‌ها یکی از عوامل است. چرا ما عملا با یک نوع خشکسالی اقتصادی و اجتماعی در افغانستان مواجه هستیم؟ به خاطر چی؟ که ما آب داریم اما توان استفاده از منابع آبی خود نداریم، به خاطر از اینکه روی منابع آبی و به خاطر مدیریت منابع آب سرمایه گذاری بسیار محدود شده. ما در سطح منطقه پایین ترین سرانه ذخیره سازی آب داریم، در دنیا پایین ترین سرانه ذخیره سازی آب داریم. بنان خوشسالی اقتصادی و اجتماعی بود و خوشسالی هایدرولوژیک هم با او یک جای شد و ترکیب این دو نوع خوشسالی وضعیت پیچیده تر ساخت. بسیار خوب. باید توجه میشد در گذشته آقای فهیم در این زمینه که خب شما گفتین که چه دلایل سبب شد تا کابل بره به سوی کم آبی، ولی حالا چه کاری میشه حداقل انجام داد برای اینکه یک مقداری مهار شود وضعیت؟ شما گزارش را حتما شنیدین که مردم میگه که حتی 40 روز نلهایشان آب نداشته. ببینین، طبعا کشورهایی که گرفتار این وضعیت میشن برای جبران از این راه حل های آسان و ارزانی متاسفانه وجود ندارد. راه حل چی است؟ باید آب از اطراف کابل به شهر کابل انتقال داده شود. در گذشته روی 3-4 پروژه همزمان کار صورت گرفته بود. آب باید از دریای سالنگ، سرچشمه های دریای سالنگ انتقال داده شود، آب از پنجشیر انتقال داده شود، آب از
سیاد انتقال داده شود، بند شاوروز باید ساخته شود که کار ساختش به پایان رسیده بود و از همه کده مهمتر بند شاتوت باید ساخته شود. در کوتاه مدت تنها رای جبران از این کمبودی است که روی بند شاتوت به عنوان یکی از اولویت ها باید مورد توجه قرار بگیره، کارش باید شروع شود، مطالعات مقدماتیش انجام شده و همچنان دولت هند تمویل پروژه را با عهده گرفته بود. در کوتاه مدت تنها راهی که وجود داره همی است. ولی وزارت انرژی واب میگه پروژه‌های دیگه هم کار شده. وزارت انرژی واب میگه که با هزینه 30 میلیون دلار آب پنجشیر را به کابل انتقال میده. فکر میکنین ممکن باشه؟ تا جایی که من اطلاع دارم سه پروژه دیگه که وجود داشت که پروژه انتقال آب سالنگ بود، آب پنجشیر بود و آب از صیاد بود، این پروژه هایی بودند که بسیار پرمصرف، مصارفی که برای تطبیق از این پروژه ها پیش بینی شده بود بیشتر از 100 میلیون دلار بود. بله. بنابراین من نمیفهمم که چطور با یک بارگی این سنجش ها تغییر کرده و گاهی 3 میلیون گفته میشه و گاهی 30 میلیون گفته میشه. بله. من فکر نمیکنم که این پروژه های کلان با سرمایه گذاری 30 میلیون دلاری قابل تطبیق باشند. ولی آقای فهیم، اگر ما بررسی بکنیم اوضاع را، وقتی گزارش ها را میبینیم مناطق خیرخانه و بخش های دیگر از کابل را که مردم با کمبود بسیار جدی کمابی مواجه هستند، اگر این پروژه هم تطبیق شود خب شاید فرصت زیادی را بگیرم برای اینکه خب حداقل آنن به مشکل مردم رسیدگی شود. یعنی میگن گزینه دیگری نداره حکومت حاکم در افغانستان. ببینید در کوتاه مدت تنها کاری که امکان پذیر است همی است که متاسفانه چون شهر کابل نه تنها که آب به خاطر تامین نیازهای آب و آشامیدنی و مصارف خانگی به مصرف میرسه و آبای زیرزمینی استخراج میشه، یکی از موارد دیگه ای که تمام شهرک های سنتی در شهر کابل تمرکز پیدا کردن، کارخانه های تولید آب معدنی و نوشابه های غیر الکلی در شهر کابل تمرکز پیدا کردن، کارخانه های ذوب آهن در شهر کابل اطراف شهر کابل تمرکز پیدا کردن، گلخانه های در اواخر گلخانه های سبزخانه های زیادی در اطراف شهر کابل ساخته شده و طبعا این فشار اضافی است که بالای ذخایر آب زیرزمینی افغانستان تحمیل میشه. در کوتاه مدت یکی از راه های حلایی است که باید تمام این کارخانه ها تعطیل شوند یا حداقل اینا مجبور ساخته شوند، چون فعالیت های از اینا فعالیت های انتفاعی است، اینا مجبور ساخته شوند که آب مورد نیاز خود باید توسط تانکر از سالنگ و از پنجشیر یا از پغمان باید انتقال بدن و همچنان روی به اصطلاح مدیریت سیلاب های فصلی باید دقیق فکر شود. حداقل شاربالی کابل باید مکلف ساخته شود که آب مورد نیاز مناطق سبز خود از طریق مدیریت سیلاب و ذخایر آبهای سیلابی باید تامین بکنه. این راه حل هایی است که در کوتاه مدت وجود داره و همچنان تغذیه مصنوعی آبهای سفره‌های آب زیرزمینی هم یکی از راه های دیگه است که وجود داره و همچنان ساختن بندهای کوچک در مقیاس بسیار خرد. به عنوان مثال وقتی که شما در اطراف ولسوالی سروبی میرین درها میبینین که مردم با در نظر داشته کمبود آب به نحوی به اصطلاح خود با وضعیت سازگار ساختین، جریانای کم آبی که در هر دره به اصطلاح فرعی جاری است در مسیر از او بند ساختیم، یک حوضی ساخته شده آبا ذخیره میشه و بین خودشان یک رژیم سهمیه بندی آب وجود داره و نوبت هر کس از ذخایر آب استفاده میکنه. این راه حل های کوتاه مدت است، اما راه حل اساسی و پایدار امو است که باید سرمایه گذاری بیشتر صورت بگیره و بند شاتوت باید ساخته شوه و آب از سرچشمه های پنجشیر و صیاد و همچنان سالنگ انتقال داده درست. اگر در تا زمانی که او کارهای طولانی مدت انجام میشه، اگر کارهای کوچک و خردریزی که به هر حال در آنن بتونه مشکل مردم را رفع کنه، اگر تلاش صورت نگیره فکر میکنین که وضعیت بدتر خواهد شد؟ و در کنار از این برخی هم به این باور است که در کنار این مسائل دسترازی های بیش از حد هم میشه به ذخایر آبی، چطور باید کنترل بکنه حکومت حاکم؟
ببینین طبیعی است همی که هر کسی مرز کردم برای حل‌های فردی به اصطلاح روی آورده هر کس خودش چاه حفر میکنه حتی شرکت‌های خصوصی هستن که چاهای عمیق حفر کرده این و با استفاده از نیازهای مردم آب فروش آب استخراج آب و فروش آب به یک تقریبا به یک معامله سودآور تبدیل شدن. در این عرصه ها باید به صورت جدی باید اداره موجود وارد عمل شود و باید جلوگیری بکنن، نظارت جدی باید صورت بگیرد. اگر آخرین پرسش مطرح بکنم آقای فهیم، تبلیغات چقدر میتونه نقش داشته باشه به خاطر آگاهی دهی مردم تا اینکه استفاده بی‌رویه نش از آبها؟ طبیعی است که آگاهی دادن برای مردم یک مؤلفه تاثیرگذار است. مردم اگر با وضعیت آشنا شود، با راه حل آشنا شود، با شکننده بودن وضعیت آشنا شود، طبعا یکی از راه های دیگه که مردم باید در او سهم بگیرد صرفه‌جویی است و این از طریق تبلیغات و آگاهی دادن به مردم امکان پذیر است. نتیجه نقش ائمه مساجد میتونه بسیار بسیار برجسته باشه و مشارکت همه شهروندا به خاطر نجات از بحران. سپاسگزارم آقای نجیب آقا فهیم، استاد دانشگاه کابل و محقق مسائل آب، از اینکه فرصت گذاشتین. تشکر از شما.